از شکنجهگاه تهران بزرگ بازدید کنید. خطاب به دموگوژیست هایی که خود را نمایندگان لیست امید نظام فاشیستی نامیدند. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. آن وجدان را ببین، به صدایش گوش کن. شاید یادآوری این حقوق نجومی که از مجلس به عنوان نماینده مردم دریافت میکنید را مدیون همین انسانهای محروم هستید که با وعده‌هایتان فریبشان دادید و مهر ننگین جمهوری اسلامی را بر شناسنامه‌هایشان زدند و اکنون به دلیل ضعف دولت تدبیر امیدتان در اشتغال زایی و رکود تورمی ناشی از بی تدبیری شما دچار ورشکستگی شدند. چکایشان برگشت خورده و محکوم به تحمل حبس در شکنجهگاه تهران بزرگ شدند. لااقل به مشکلات ایشان رسیدگی کنید. آخر جرمشان از من سبکتر است. انتقاد یا اعتراض نکردند که از سر فقر و ناتوانی دزدی کردند، مواد فروختند، طرفداران و حامیان خودتان بودند. آری از اینجا بازدید کنید. عمق فاجعه اینجا حسن‌آباد غور، چرخشهر، زندان یا به قول خودتان ندامتگاه تهران بزرگ. در بعد ورود سربازها و پاسیارها زندانیان را مجبور میکنند کاملا لخ شده و 10 بار بشین پاشو بروند و در صورتی که زندانی تحمل چنین تحقیر شدن را نداشته باشد و لخ نشود بیش از 15 سرباز با سرباز و پاسیار با لوله آب باتون و پوتین وی را مورد ضرب و شتم بیرحمانه قرار میدهند. وسایلش را از بین میبرند و پس از اینکه خون از صورت و بدنش جاری شد چند ساعت در هوای سرد با پای برهنه روی برف نگهش می‌دارند و می‌گویند باید بنویسی که هیچ شکایتی از ماموران محترم بازپرسی ندارم و خیلی هم ممنونم که کتک خوردم و مشمول رفعت اسلامی شدم. از 15 خانه بازرسی که می‌گذرید وارد بند می‌شوید. تیپ 2 بند 4، بندی که ظرفیت نگهداری از 70 زندانی را دارند اما بیش از 170 زندانی را در آن گنجاندند که لاجرم بیش از 90 تن حسینی خواب، کف خواب و حتی کف سالن خواب هستند. این در حالی است که هر زندانی باید از تحصیله خوراکی که دست کم هفته 3 مرتبه گوشت، سبزیجات و لبنیات در آن باشد و همچنین جیره بهداشتی شامل شامپو و فیل استاق بر خدا باشد. اما اینجا وضعیت خوراک تا بهداشت بسیار وخیم تر از زندان های چون ایوین و رجای شهر می باشد. بارها در غذا دوم موش سوست و سرعی مشاهده شده. جیره خوراکی را به طور کامل به زندانیان تحویل نمی دهند. آب داغ در اکثر ساعت شبانه روز در تس و استحمام حتی با آب ولرم جز رویه های زندانیان است. آبی که از شیر می آید قابل آشامیدن نیست و زندانیان مجبورن آب معدنی را از فروشگاه باخشنگ را برابر قیمت بخرن. در صورتی که یک زندانی دچار بیماری سانحه شود اعزام به بیمارستان بسیار دشوار است، چرا که فاصله نزدیکترین به بیمارستان از اینجا 1 ساعت است. سربازان گمنام امام خامنه‌ای با قدرت لوله آب و باتوم از ورود کتاب دفتر لیوان و بشقاب جلوگیری میکنند اما قرص بیجوتریاک و هروئین و شیشه به راحتی در بند خرید و فروش میشود. این مرد حاصل 48 ساعت فقط 48 ساعت زندگی در زندان تهران بزرگ است. چه کسی میتواند درک کند حال روز افرادی چون دکتر فرزاد عباسی رو که سالها حبس در این شکنجهگاه را تحمل میکنند. او از دیگر زندانیان سیاسی محبوس در این بند است. سوهیل عربی زندانی سیاسی تهران بزرگ. زندان تهران بزرگ 8 روز است. اعتصاب غذا 18 کیلو کاهش بست. فشار 15 روز است.